تبریک بگم به شما، یادم رفت و شما خیلی زیاد وقت مجبور نیستید برای بل بذارید. حالا که میگوید که نویسندگان اگه نویسنده خوبی باشن حتما سخنرانان بدی خواهند بود، حالا من که به هم نویسنده خوب نیستم و هم سخنران خوب نیستم، تکلیف چیه بدون تکس؟ برای سعی میکنم حداقل کاری که میتوانم بکنم با توجه به آشنایه هایی که به کارهای سالی دارم و علاقه بسیار ویژه‌ای که به او داشتم و شاید برای بعضی شما ناآشنا باشه، من تا قبل از انقلاب تمام وقتم بلا استثناء تئاتر بود، نمایشنامه می نوشتم، نقد تئاتر می نوشتم و در همین ارتباطم با سایدی خیلی نزدیک بودم به عنوان کسی که بسیار طرفدار تئاتر ابسورد بود، که به هر حال به عنوان تئاتر پوچی یا هیچ یا به قول دوست مال یاوه یا هر آن چیزی در داخل ایران چهره بسیار بسیار غلط و مزخرفی ازش درست کرده بودن، در صورتی که اصلا اینطور نیست. تئاتر ابسورد تئاتر بسیار متعهدی است و حتی یادمه که وقتی که من به زندیا سایدی گفتم که تو میدانی که آرامل نویسنده در حد اعدام بوده و تبعیدی است در فرانسه زندگی میکنه، نمیدانست. یا بهش گفتم تو میدانی که بکت مسئول کمیته نجات زندانیان در بنده، نمیدانست. برای که تصویری که واقعا تئاتر ابسورد داده بودن با اون ترجمه های مزخرف خیلی فرار میداد یا آدم بسیار متعهدی مثل سایدی رو که به اصطلاح به درستی دوست بول دکتر مجابی مرسیه ای واقعا از اون رو تعریف کرد، برای که اونقدر اون آدم بزرگه که ما هر چی که بگیم داریم مرسیش رو بگیم. ناچار به دلیل شرایط اجتماعی همش چیزهایی رو که نتوانسته ارائه بده مطرح میکنیم. یک نکته‌ای در تمام نمایشنامه های سایدی هست که من سعی میکنم اگر که تکست ندارم اون نکته رو بیان کنم و اون نکته‌ای است که متاسفانه هرگز دیده نشد و نه تنها هرگز دیده نشد که حتی برعکسش دیده شد و اون کسانی که به عنوان منتقد یا دوست یا به هر حال نویسندگان زمانه که اونها هم آدم های متعهدی بودن به دلیل ناآگاهی هاشون در واقع اون مسبب راه ناشناختگی آثار سایدی شد، به دلیل جو شرایط بود، به دلیل دیکتاتوری وحشتناک محمد رضا بود که همچنان ادامه داره و ما هر چه میکشیم از زیر سر اون دیکتاتوری است و همونطور که اشاره بسیاری شد بسیاری از لحظه های نبوغ واقعا نظر من نبوغ سایدی دیده نشده است. نگاه کنید ببینیم که الان محتواهاشو که نمیتونیم نگاه کنیم ببینیم که سایدی چگونه شهرت عمومی پیدا میکنه. وقتی که برمیگردیم نخست نمایشنامه که مینویسه چوب به دست های ورزیده، همه رو حیرت زده میکنه. این نمایشنامه در دو پرده است و نمایشنامه بسیار محکمی است، هم در پرده اول هم در پرده دوم. در پرده اول تمام توانایی ها و شخصیت سازی میکنه و در این شخصیت سازی محیط و موقعیت و تمام توانایی های کاراکترها رو نشون میده که چندین منتقد و آدم های سرشناس اون زمان این پرده اول رو ستایش کردن. در پرده دوم میآید این شخصیت ها همه منفعلند، به دلیلی که در پایان نمایش اینا به این نتیجه میرسن که برای که جلوی گراز رو بگیرن که به هر حال نشانه ای از نوعی تجاوز هست، نوعی عامل بدبختی هست، یا آدمی رو بیارن، بیگانه ای رو بیارن که مسلحه و بتونه به اصطلاح اینا رو نجات بده. نمونش رو فراوان به هر حال در
سینمای جهان، حالا اگر در ادبیات نخواهم بگم، داریم نمونه بسیار شناخته شدهش در سراسر دنیا که بسیار هم محبوبه و بسیار هم سنگین هست و هزاران کتاب واقعا بدون اغراق مقاله روش نوشته شده و صدها کتاب، کرگدن یونسکو. هیچ فرقی این نمایشنامه با کرگدن یونسکو نمی کنه. در کرگدن یونسکو هم که نماد فاشیست کرگدن، همین اتفاق میفته. نمایشنامه در یک زمان نوشته شده، یعنی هیچ کدوم مقلد هیچ کدوم نیست. در پرده دوم همه آدم ها منفعلن، یعنی همان بلا دوباره سرشون میاد. قبلا از طریق کرگدن یک عامل طبیعی یا عامل خودی سرشون میاد، در پرده دوم از طریق عامل خارجی. و نمایشنامه چه آقای سایدی میدانسته چه نمیدانسته، چه آگاه بوده چه آگاه نبوده است، نمایشنامه ساختارش به ما ثابت میکنه که عامل اصلی فاجعه پرده دوم آدمای پرده اولن که دارای توانایی هستند اما به این توانایی آگاه نیستن، اشراف ندارن. اینو باشه ببینید. اگر دوباره عنوانی بخوایم بریم جلو، بیایم ببینیم که در نمایشنامه پروارمندان یه عده‌ای دارن یه عده‌ای رو پروار میکنن، یه عده‌ای دارن به یه عده کلی میدن و باز دوباره ببینیم عده دارای یک توانایی ها هستن اما نمیخوان این توانایی رو به کار بگیرن. او اتفاق میفته. بیایم فرض بگیرید که به طور خیلی سبوری، البته از نمایشنامه های خوب سایدی نیست، ولی همینطور که دوستم گفت، او همینطور پراکنده کار میکنه و سعی میکنه هر نوع عامل آگاهی دهنده به جامعه رو ازش بهره ببره، بلکه این جامعه یه تکونی به خودش بخوره. مثلا فرض کنید یه سری نمایشنامه کوتاه داره به نام مشروطیت، انقلاب مشروطیت و حرفا، که حتما بسیارتون خوندید در تاریخ ها یا شنیدید و حرفا، که در اون مقطع مردم به جای ایستادگی پناه میبرن به سفارتخانه ها. حال قبلش به امامزاده ها میرفتن، حالا میرن به سفارتخانه پناه میبرن و بعد ما ببینیم دچار استعمار میشیم از طریق همون به اصطلاح سفارتخانه ها. یعنی اینجا به جای گراس ها یا به جای اون بارتل شکارچی و حرفا یا به جای اون پروردگار اونا میشینه، یا در دیکته و زاویه میبینیم همینه، در آی بکنا میکنا میبینیم همینه، در وای بر مغلوب میبینیم همینه، در نمایشنامه هایی که دوستمون بسازد همه در برابر یک صدا منفعلن. در تاریخ ما از در تاریخمون یک ناگزیرم نکته رو عرض کنم که یک مبارزه بسیار گسترده و بزرگ داریم به نام مانی و مانوی. خیلی خلاصه بگم، مانی برای ایستادگی در برابر استبداد و دیکتاتوری و خودکامگی ساسانیان ناگزیر به ترفندهایی میشه. یکی از این ترفندها که بسیار موفق میشه اینه که تبلیغ انفعال میکنه، به مردم میگوید که کار نکنید. یکی از فرماناشید، فرمان خیلی جدیش، کار نکنید. وقتی کار نمیکنن ملاکین و درباریان و اینهای ساسانی دچار لنگی میشن دیگه، اربابا دیگه رعیت ندارن، خیلی ساده دچار مشکل اقتصادی میشن. بگه ارتش نروید نجنگی، خب ارتش ساسانی دچار مشکل میشه. بعد میگوید که ازدواج نکنید، خب تولید رست ایجاد میشه، سرباز از بین میره، کارگر از بین میره. میدونید که اون موقع طبقات کاستی بودن دیگه، یعنی طبقه روحانی همیشه تا ابد روحانی، طبقه لشکری تا ابد لشکری، یارو کارگر هم تا ابد کارگر، حالا استعداد داشته باشه نداشته باشه. و به این وسیله، چون از اون طرف میدانید که خیلی هم محبوبه البته در آغاز، ولی به دلیل این مقابلش با سیستم ساسانی که سیستم بسیار فاشیستی خفقانه آوری بوده است، که مثلا روایت هست که کرتیر، یک کسی فرد بگیری مثل خمینی، در شخصیت خمینی کرتیر یه ولایت فقیه زمان خودشه، در روز 5000 تا کشته است، در نسبت جمعیت نگاه کن چقدر. این اتفاق میفته که مالی موفق میشه
دو سوم جهان به دلیل شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی طرفداران مالی میشن. میخوام کوتاهش کنم، یک سنتی به نام سنت انفعال که امروز در جهان به عنوان سنت عرفان یا تصوف یا صوفیگری یا درویشگری و وجه‌های مختلف و مبتدلی ازش پرورش یافته است، از طریق مالی ادامه پیدا میکنه بیاد جلو. یک کم هم البته بعدا مزدک اینو باش همسو میشه و یک مقدارش تغییر میده. در جامعه ایران یک انفعالی اتفاق میفته که این انفعال به طور نظام من ناخودآگاه در تمام آثار ساعدی هست و ساعدی چرایی تمام نکبت ها، بدبختی ها، دیکتاتوری ها و فشار ها و فرق ها و همه رو در بطن کارش به ما ارائه میده و ما متاسفانه به دلیل شرایط سیاسی نابسامان آن زمان و عدم توجه دقیق به آثار او این رو در نیافتی. من دیالوگی رو که با خود او داشتم براتون میگم که خوشبختانه امشب شما این تئاتر رو اینجا خواهید دید و یک مثال میزنم ببینید چقدر او نمایشنامه نویس جهانی است. من با نظر دوستمون 100% موافقم که ساعدی یک نمایشنامه نویس بزرگ در حد جهان است، اما یک داستان نویس خوبیه. نمیتونیم او رو مقابله کنیم، مقایسه کنیم با نویسندگان بزرگ همتراز خودش مثل آدموف، مثل هارولد پینتر، مثل بکت، مثل یونسکو، مثل خیلی ها دیگه، مثل مراجوک و اینا. او در این حد است. او به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی زمانه خودش همینطور گفتن از کارگاه نمایش بیزار بود، راه میرفت و میگوی جیگولو ها فلان میکنن، در صورتی که در کارگاه نمایش چند نوع کار اجرا میشد. یا در تئاتر شهر، تئاتر بسیار متعهد هم اجرا میشد، چون که در جشن هنر شیراز تئاتر متعهد هم اجرا میشد، چون هرگز به دلیل بلاهایی که این حکومت سرش آورده بود نیامده بود تئاتر چیزو ببینه. وقتی من برایش گفتم که گروه اسکوات در جشن هنر شیراز در شب اول اعلامیه های کنفدراسیون رو پخش کردن رو سر شهر بانو، اصلا بگو بایی میشه هنچی چیزی؟ گفتم خب برای که این گروه لهستانی ها، این گروه ها همشون بازیگر و کارگردان و نویسنده همه تبیدیه فراری لهستان ها، اینا بر بده هر جایی که برن بقیت خودشون رو تکرار میکنن. خب اینا همه رفته بود زیر یه پوسته ای که همه چیز بد بود و از این ور همه چیز خوب بود. گفتم که تو یک از بهترین نمایشنامات به زعم من نمایشنامه یکی چوب به دست های برزیله مثالاش هم براتون بردم. اون به اونم گفتم اون کرگدن و یرفا یکی هم یکی از مشهورتری و قبیلتری داشته تکبردی دعوت و خودش پرسیدم چون که همه رو خونده بود که چه تفاوتی بین این نمایشنامه تو با نمایشنامه های دیگرانه، مگر تئاتر ابسورد یا تئاتر مدرن یا تئاتر تجربی چی میگه؟ مگر غیر از این است که همه چیز در تئاتر مدرن فقط به موقعیت مربوط میشه، هیچ چیز دیگه مطرح نیست. بنیاد و هسته اصلی تئاتر خوب یا هر اثر هنری خوب به ویژه تئاتر، چون شما در رمان در شعر کارهای دیگه هم میتونی بکنی، در تئاتر شما یه امکان داری یه موقعیتی رو بسازی و تماشاگر یا خواننده‌ات رو با اون موقعیت ویژه روبرو کنی، اونو به پرسش واداری یا نهایت پاسخی هم بهش بدی. خب در نمایشنامه دعوت این اتفاق افتاده. اما تا میدانی که به دلیل سرریز شدن نفت 34 دلار بشکه‌ای در آن زمان یک مقدار رفاه کاذب یا رفاه قسطی اصطلاحا از سالهای حدود 47 48 49 سرریز شد در ایران. نمکه داد که در اون موج اوجش بود، یعنی همه ما به فکر بیشتر ظاهرمون افتادیم تا به فکر اون هدفی که قراره که بهش برسیم. اون اصطلاح معروف به اصطلاح به جایی که وسیله کمک میکنه ابزاری بشه برای رسیدن به هدف، خودش شد هدف.
نمایشنامه دعوت الان خواهید دید همون اتفاقی میفته که در تمام نمایشنامه های تئاتر ابسورد میفته. یک کسانی یک موقعیتی پیدا میکنن، با اون موقعیت قراره که به یک جایی برسن. یا حاضر مثلا در فرض بگیری نوع مشهور بسیار معروفش در انتظار گودو، حالا قراره که اون گودوه بیاد اون موقعیت رو ایجاد کنه که اینا برسن بشه. در این نمایش هم همینه، هدف یک مهمانیه، یک پارتیه، برای پیدا کردن یک پارتنره، یک همسر، یعنی یک زندگی، یعنی بنیاد یک خانواده، یعنی یک شکوفایی، یک جامعه درست. خب نمیشه این به جایی که همش توجهش به هدف باشه که کجا باید برسونه خودشو، فقط به فکر لباسشه. این چیه؟ از جنبش سبز تا امروز که اصطلاح جنبش سبز بگم برای که همکم بدانید چیه، همه ما به جایی که به دنبال هدف باشی دنبال وسیله، از این اینترنت به اون اینترنت، از این کار کنم همه چیز ما شده اینترنت، فیسبوک، توییتر، ایمیل بیان، ایمیل بیان، ایمیل بیان، اصل رها شده است. مردم بدبخت هدف که آزادی، آزادی بیان، آزادی اجتماعی، حقوق بشر همه رها کردی، اما از روشنفکر، سیاسی، متفکر، غیره و غیره همه توی اینترنت سر خودمون رو گرم کردیم. متشکرم، وقت نیست بیشتر رو بیشتر صحبت کنیم.